کشته شدن قاسم سلیمانی و واکنش تند ایران. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران در عراق کشته شد. قاسم سلیمانی، فرمانده شاخه قدس سپاه پاسداران ایران در حمله های ایالات متحده آمریکا در بغداد کشته شده است. مقام های ایرانی و آمریکایی کشته شدن قاسم سلیمانی را تایید کردند. وزیر دفاع آمریکا میگوید که این حمله ها به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انجام شده است. نیروهای خیزش مردمی عراق کشته شدن ابو مهدی مهندس، معاون فرمانده این نیروها و فرمانده گروه کتایب حزب الله را نیز در این حمله تایید می کنند. قاسم سلیمانی در دهه اخیر به حیث یک فرمانده محبوب و همکاره رهبر جمهوری اسلامی ایران بود. کارشناسان می گویند که اکنون با مرگ او یکی از مهمترین طراحان و فرماندهان سیاست منطقه ایران از دست رفته است. کشته شدن قاسم سلیمانی در حال رخ می دهد که افزایش تنش ها در عراق نیز که در هفته اخیر با حملات متحد الشعبها و آمریکا به اوج رسیدند. قاسم سلیمانی در ایران شبکه بزرگ مالی را در اختیار داشت که می توانست پول نقد توزیع کند و هر زمانی که می خواست می توانست برای نیروهای سلاح رایگان بفرستد و در دیپلماسی منطقه ایران مرد شماره یک بود. جلسه شورای عالی امنیت ملی ایران به صورت فوق العاده و با حضور عالی ترین مقام های آن کشور ساعت پس از تایید خبر کشته شدن قاسم سلیمانی آغاز شد. به باور وحید پیمان، نتایج این جلسه بر اوضاع منطقه احتمالاً تأثیرات زیادی خواهد داشت. از سوی هم جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، کشته شدن قاسم سلیمانی را یک عمل احمقانه دانسته و آمریکا را در برابر این اقدام مسئول دانسته است. قاسم سلیمانی، ارشدترین فرمانده ایران، در بمباران هواپیمای آمریکا در عراق کشته شده است. گاهگاه از سلیمان به عنوان نامزد ریاست جمهوری آینده ایران نیز یاد می شد. اکثر رسانه ها که جنگ های عراق، سوریه، لبنان، لیبیا و فلسطین را دنبال می کردند، قاسم سلیمانی را در جنگ های این کشورها چهره تاثیرگذار می دانستند. وزارت دفاع آمریکا همچنان تایید می کند که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران، در حمله هوایی نیروهای این کشور در عراق کشته شده است. این وزارت گفته است که حمله هوایی به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اجرا شده است. این حمله صبح روز جمعه در بغداد پایتخت عراق انجام شده است. وزارت دفاع آمریکا: به دستور ترامپ به کاروان سلیمانی حمله کردیم. وزارت دفاع آمریکا روز جمعه درباره حمله به کاروان قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بیانیه‌های صادر کرد. به گزارش اسپوتنیک، در این بیانیه آمده است ارتش آمریکا به دستور رئیس جمهور با کشتن سلیمان قاسمی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اقدام دفاعی قاطع برای حراست از پرسنل آمریکا در خارج از کشور انجام داده است. پنتاگون در ادامه این بیانیه خاطر نشان ساخته است که سلیمانی در حال طراحی برنامه ها برای حمله به دیپلمات ها و نیروهای آمریکا در عراق و سراسر منطقه بود. وزارت دفاع آمریکا در بخش دیگری از این بیانیه از اعتراضات ضد آمریکایی مقابل سفارت آمریکا در عراق به عنوان حمله به سفارت آمریکا یاد کرده و مدعی شد که اقدام به دستور سلیمانی صادر شده است. در پایان این بیانیه آمده است هدف از این حمله جلوگیری از برنامه های آتی ایران برای حمله بود. ایالات متحده همه اقدامات لازم را برای حراست از مردم و منافع این کشور در سراسر جهان انجام خواهد داد. گفتنی است که ساعات قبل رسانه های عراقی از اصابت دستکم 3 راکت و محوطه اطراف میدان هوایی بین المللی بغداد خبر دادند. اندکی بعدتر مشخص شد که هدف حمله موتر عامل اعضای حجر الشعبها بوده است. سازمان حجر الشعبها ساعت بعدتر اعلام کرد مسئول تشریفات و روابط عمومی این سازمان در این حمله جان باختند. مقام های آمریکایی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفتند که این حمله را برای هدف قرار دادن دو فرد مرتبط با ایران انجام دادند. همچنان وضعیت ساختمان سفارت آمریکا در بغداد پس از اعتراض ها. تصاویر منتشر شده از داخل سفارت آمریکا در بغداد بعد از پایان تحصن معترضان عراقی نشان می دهد اتاقای ورودی، پذیرش و
پوسته های بازرسی به طور کامل در آتش خشم عراقی ها سوخته است. به گزارش سپوتنیک، به نقل از خبرگزاری فارس، با پایان تحصن معترضان عراقی مقابل سفارت امریکا در بغداد، از روز چهارشنبه عکاسان و رسانه های مختلف تصاویری را از وضعیت مکانهای از این مجموعه معترضان که وارد شده بود منتشر کردند. به نوشته وبگاه دیلی میل، معترضان عراقی که موفق شدند از محوطه امنیتی سفارت 42 هکتاری امریکا در بغداد عبور کنند، پوسته های بازرسی را آتش زده و در اعتراض به کشته شدن هموطنان خود در حمله هوایی امریکایی ها به پایگاه الحج دلشبا در قائم، اموال در دسترس این سفارتخانه را تخریب کنند. تصاویر منتشر شده ورودی سفارت امریکا، پوسته های بازرسی در محوطه امریکا، اتاق پذیرش مراجعان و همچنین اتاق های انتظار را نشان می دهد که به صورت کامل در آتش سوخته و اموال موجود در آنها از بین رفته است. سفارت امریکا در بغداد از صبح روز سه شنبه به صحنه اعتراضات ضد امریکایی تبدیل شد. تظاهرات کنندگان برای اعتراض به حمله هوایی اخیر امریکا و مقر الحج دلشبا در شهر القائم در ولایت انبار مقابل سفارت امریکا تجمع کردند. روز گذشته نیز معترضان عراقی بار دیگر مقابل این مجمع تحصن کرده و شعار مرگ بر امریکا سر دادند. جنگنده های ارتش امریکا یک شنبه شب چند مقر گردان های حزب الله مرتبط با سازمان الحج دلشبا عراق را در مرز سوریه بمباران کردند و وزارت دفاع امریکا با صدور بیانیه های این حمله را تایید کرد. منابع الحج دلشبا نیز اعلام کرد که در این حمله هوایی دست کم 28 نفر از نیروهای الحج دلشبا از جمله یکی از فرماندهان آن و دو معاون وی 45 شهید و 51 نفر دیگر مجروح شدند. هشدار ترامپ به اردوغان درباره مداخله خارجی در لیبیا. رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور ترکیه درباره مداخله خارجی در لیبیا هشدار داد. با گزارش سپوتنیک، به نقل از فارس، کاخ سفید نوشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به او هشدار داده است که دخالت خارجی در لیبیا اوضاع را دشوارتر خواهد کرد. این تماس پس از آن صورت گرفت که پارلمان ترکیه شامگاه پنجشنبه 12 جدی با لایحه مجوز فرستادن نیروهای نظامی جهت پشتیبانی از دولت وفاق لیبیا موافقت کرد. ترکیه اخیراً به صورت جدی وارد پرونده لیبیا شده و رسما از دولت فایض السراج در مقابل دولت حامی جنرال خلیفه حفتر فرمانده نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبیا پشتیبانی میکند. ترسیم مرزهای دریایی با دولت وفاق ملی لیبیا امضا کرد تا بتواند منابع انرژی در دریای مدیترانه را اکتشاف و اخراج کند. این اقدام باعث ناراحتی مصر، یونان، قبرس جنوبی و جنرال خلیفه هفتر شده و قرار است چهار کشور یونان، مصر، فرانسه و قبرس یونانی نشین روزهای چهارم و پنجم جنوری 13 و 14 جدی در قاهره حول تحولات لیبیا دور هم جمع شوند. دولت ترکیه هفته گذشته پس از دریافت درخواست کمک نظامی رسمی از سوی دولت وفاق لیبیا اعلام کرد که نیروهای خود را به این کشور خواهد فرستاد. انقره تاکنون بیش از 3 نوبت از سوریه نیروهایش را به لیبیا فرستاده است. در همین حال خبرگزاری آناتولی نوشته است که اردوغان در این تماس تلفنی از پایان درگیری ها در برابر سفارت آمریکا در بغداد ابراز خرسندی کرد و همچنین از حمله نیروهای امنیتی آمریکا در عراق ابراز نگرانی کرده است. پیرامون سفارتخانه آمریکا در بغداد از صبح سه شنبه تا عصر دیروز چهار شنبه به صحنه اعتراضات ضد آمریکایی تبدیل شده بود. تظاهرات کنندگان برای اعتراض به حمله هوایی اخیر آمریکا به مقر الحج دلشبا در شهر القائم در ولایت انبار مقابل سفارت آمریکا تجمع کردند. در آن حمله نزدیک به 30 نفر کشته شدند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.